لایسیته در حدود 3 دقیقه. از سال 1801 دولت فرانسه به تبع قراردادی که با واتیکان منعقد کرده بود با کلیسا طرف مراوده بود. این وضعیت در طول قرن 19 مردم فرانسه را به دو بخش تقسیم کرده بود. آنهایی که خواستار تسلط کلیسای کاتولیک بر جامعه بودند و طرفداران جمهوری که نسبت به اعتقادات مردم بی‌طرف بودند. در این مبارزه بالاخره طرفداران جمهوری پیروز شدند و در سال 1882 مدارس لایک را تأسیس کردند که از نظارت مذهبیان آزاد بود. امیل کمپ یکی از جمهوری‌خواهانی بود که در برابر مذاهب موضع گرفته بود و خواستار نظارت دولت بر آنها بود. وقتی او در سال 1902 به مقام نخست وزیر رسید، 2500 مدرسه کاتولیک را تعطیل کرد. در واکنش به این امر، در سال 1904 واتیکان روابط دیپلماتیک خود را با فرانسه قطع کرد و قرارداد 1801 به این ترتیب متروک شد. این وضع تنش‌های زیادی در فرانسه ایجاد کرد و اوضاع به مرحله انفجار رسید. در سال 1905 طرح قانون جدایی دولت از مذاهب موجد تشنج در مجلس شد. امیل کمپ و همفکرانش لایسیته‌ای می‌خواستند که مذاهب را از فضای عمومی بیرون کند و آنها را تحت نظارت بگیرد. برخی دیگر از نمایندگان جمهوری خواه تحت رهبری ریستیت بریان خواستار قانونی بودند مبتنی بر اعتدال که آزادی‌های فردی را محترم بشمارد و دولت را جداً از هر مذهبی جدا کند. در نهایت طرفداران بریان پیروز شدند و در سال 1905 مجلس قانون جدایی دولت از مذاهب را به تصویب رساند. این قانون بر زخم دشمنی‌ها مرهم نهاد و یک قرن اختلاف را ختم کرد. امروز جمهوری لایک بر 4 پایه بنا گشته که از قانون 1905، اعلامیه حقوق بشر و شهروند و قانون اساسی جمهوری 5 منبعث است. این 4 پایه عبارتند از 1. آزادی. شهروندان آزادند که هر مذهبی داشته باشند یا مذهبی نداشته باشند، مذهب خود را عوض کنند یا لامذهب بشوند و بستگی مذهبی خود را در خانه یا در فضای عمومی نمایش دهند، به شرطی که نظم عمومی را مختل نکنند. یعنی آزادند که در خیابان صلیب بگردند یا بیزند یا از حجاب استفاده کنند، موقع رأی دادن شب کلاه یهودی بر سر بگذارند یا در مترو عمامه سیک بر سر بنهند و غیره. 2. جدایی دولت از مذاهب. مذاهب در اداره دولت دخالت نمی کنند و قانون فقط منبعث از اراده ملت است. در مقابل دولت در سازماندهی داخلی مذاهب دخالت نمی کند. 3. بی‌طرفی دولت. این امر کارمندان دولت و بنگاه‌های عمومی را در بر می‌گیرد و ارباب رجوع بهره‌برندگان از خدمات این نهادها را شامل نمی‌گردد. به عنوان مثال، عزاد، مأموران شهربانی و آموزگاران به هیچ وجه نباید بستگی مذهبی خیش را به نمایش بگذارند. ولی بی‌طرفی معنای بی‌اعتنایی ندارد. وزارت کشور ارتباط خیش را با نمایندگان مذاهب مختلف حفظ می‌کند. 4. برابری. تمامی شهروندان صرف نظر از اعتقاداتشان در برابر قانون و ادارات دولتی برابرند. در نهایت لایسیته به همه اجازه می‌دهد که به شرط احترام گذاشتن به قانون و به دیگران آزادانه عقاید خیش را ابراز کنند. با این وجود جمهوری لایک بسیار به انحرافات بنیادگرایانه مذهبی که با قانون منافات پیدا می‌کند و نیز نسبت به نفرت پراکنی در حق مذاهب مختلف و پیروان آنها حساس است. مسئله تقریبا آسان است، ولی 2 قانون که اخیراً تصویب شده گاه اسباب اختشاش فکری می‌شود. در سال 2004 قانونی تصویب شد که شاگردان مدارس و دبیرستان‌ها را از حمل نشانه‌های چشمگیر تعلق مذهبی منع می‌کرد، ولی به آنها اجازه می‌داد نشانه‌های تعلق مذهبی را که چشمگیر نباشد حمل نمایند. هدف از تصویب این قانون محفوظ داشتن جوانان از فشارهایی است که از جمله ممکن است از سوی همکلاسی‌هایشان بر آنها اعمال گردد. قصد این است که به دانها فرصت داده شود تا انتخاب‌های خود را در این زمینه آزادانه انجام بدهند. مدارس خصوصی مشمول این ممنوعیت نمی‌شوند. دانشگاه‌ها نیز به دلیل اینکه دانشجویان به سن بلوغ رسیده‌اند از شمول این قانون معافند. والدین شاگردان و کسانی را که از خارج برای سخن گفتن به دبستان‌ها و دبیرستان‌ها دعوت می‌شوند، مثل اعضای بنیاد خیریه پدرپیر و صلیب سرخ، نیز مشمول این قانون نیستند. در سال 2010 قانونی تصویب شد که پنهان ساختن چهره را مثلا با برقه یا کلاه موتورسواری یا سرپوش کامل و یا غیره در ملأ عام ممنوع اعلام می‌کرد. ولی این قانون بر پایه اصل لایسیته تصویب نشده است. هدف از تصویب آن تضمین امنیت و نظم عمومی است. لایسیته یک عقیده خاص نیست، چارچوبی است که به ابراز عقاید مختلف میدان می‌دهد. لایک بودن یعنی قبول یک رشته قوانین و اصول. میتوان هم مسیحی بود و هم لایک، هم لامذهب بود و هم لایک، هم مسلمان بود و هم لایک، هم یهودی بود و هم لایک و